یک سال از سقوط کابل گذشت، یک سالی که میتوان از آن به عنوان یک سال فاجعه بار در افغانستان یاد کرد. در این روزها که برای همه ما یادآور اتفاق دردناک هست، میخواهیم به گذشته نگاه کنیم تا بتوانیم بفهمیم که چرا کار افغانستان به اینجا کشیده شد. در این زمینه گفتگوی خواهیم داشت با دو مهمان عزیز ما که سالهاست در زمینه حقوق بشر و همچنان سیاست فعالیت کرده اند و درد مردم ما را بهتر می فهمند. خانم طاهره شمس و خانم مریم آروین بارکزای. خوش آمدین در این برنامه. تشکر. ممنون هستم که از لطفتان که در این برنامه مرا دعوت کردین و سلام به شما و سلام به رفقای عزیز ما. من طاهره شمس هستم. خانم دکتر صاحب بنیاد هستم. یک خانم هستم که از 1343 یعنی از 1344 که دانشگاه رفتم در افغانستان تا 1976 که آلمان آمدم در اونجا فعال سیاسی بودم و بر مردم خود فکر میکردم و زیادتر روشنگری در قسمت زنان و دختران و توزیع کتاب و بعض جلسات سخنرانی و اینا را پیش میبردم. و شما خانم پرکشتر اگر کتا خودتان معرفی کنید. سلامت باشین. سلام خدمت شما مهمان عزیز و بیننده های عزیز. مریم آروین بارکزای هستم. حدود بیشتر از 10 سال برای دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، جوانان و اطفال در افغانستان فعالیت کردیم و در اون زمینه دستاوردهای انگاف و چشمگیر داشتیم. تشکر. در قدم نخست شما خانم شمس، میخوام از شما بپرسم یک سال پیش در چنین روزهایی شما کجا بودید و چی حس و حالی را تجربه میکردید؟ من اول بگویم که من مسئول بخش افغانستان هستم در سازمان زنان 8 مارس ایرانی افغانی فعال هستم. تقریبا 20-25 سال همکار هستیم، کار میکنیم و من 10 سال گذشته را در افغانستان بودم. زمانی که شنیدم در رادیو که میگفتن عساکر نباید بجنگن، سلاح ها را نباید مصرف کنن و وزیر دفاع فرار کرد و یک حالت مختل سیاسی با وجود آمد که من همیشه فکر میکردم که یک چیزی در عقب از این هست و باید درست فکر کرد برای از این که اگر یک مشکل برای مردم ایجاد شود، خب منم از عضو مردم هستم دیگه، بالاخره برای منم یک مشکلی ایجاد میشه و من بیشتر از یک ماه که طالبان به فرار کردم. و شما خانم بارکزای اگر بگوین هم بد نخواهد بود، یک سال پیش در چنین روزی شما کجا بود؟ شاید این مسئله بودم که شهرها، ولسوالی ها، نقاط مختلف افغانستان در حالت سقوط هستند. عقب نشینی از طرف دولت وقت وجود داشت متاسفانه و همه روزه خبرهای ناگوار میشنیدم، با وجودی که تا آخرین روزی که طالبان افغانستان را تسلط کردن بخصوص کابل، ما در دفتر کاریم حضور داشتم، زمزمه های از همکارانم میشنیدم که دوباره ما برمیگردیم به حقیق و دوباره ما شاهد رژیم طالبان خواهد بودیم. ولی من حیث یک جوان خبره و من حیث یک زن فعال که در جامعه بودم هیچ گام فکر نمیکردم که دوباره ما چنین نظامی را که سالهای قبل، سالهای متمادی ما او را تجربه کردیم، یک بار دیگه تجربه میکنیم. ولی متاسفانه آرام آرام ما هر روز شهرها و ولسوالی های کشور خود از دست میدادیم و این مسئله یک همهمه بسیار جدی را در میان جوانا و زنا به وجود آورده بودن، با وجودی که ما آینده نگر بودیم، تلاش میکردیم که به فعالیت های خود ادامه بدیم، ولی متاسفانه ذهن ما در اون زمان مشغول همین دغدغه بود که گویا دوباره طالب تسلط پیدا میکنه و ما تمامی دستاوردهایی را که طی 20 سال متمادی برش کار کردیم، تلاش کردیم، آرام آرام از دست میدادیم و واقعا روزهای بدی بود. و فعلا من زمانی که در آلمان هم هستم، اینجا حضور دارم، امو روزا به یادم میآید، حتی تا وقتی که شبها به فکر همین مسئله میباشم و یادم میآید که چی یک تجربه تلخ را ما داشتیم و چگونه ما تمامی دستاوردهای خود از دست دادیم و این وضعیت واقعا بر من غم انگیز بوده و تا به الحال مرا بسیار اذیت میکنه. تشکر. شما خانم شمس، آیا قبل از این اتفاق تصور میکردین که یک روز افغانستان دوباره به دست طالبان بیفته؟ البته برازی که طالبان در زمان کرزی و در زمان جمهوری اشرف غنی، طالبان همیشه چیز بودن، فعال بودن، گرچه که در کوه ها بودن ولی در شهران بودن، یعنی یک تعداد مردمی که مثل خودشان فکر میکردم کمکشان میکرد و این معلوم بود که طالبان تنها نیستن، طالبان پشتوانه دارن، یعنی امپریالیسم امریکا. اگر امپریالیسم امریکا نمیخواست که طالبان را بیاره،
این حالتی که امروز سر مردم هست شاید نمی آمد. یعنی طالبان به زور آمریکا آمده، طالبان یک دفعه آوردن 20 سال پیش، طالبان 20 سال بعد دیدن که وضع خراب است و مردم قبول اینا رو نداره، اینا رو دوباره برگشتن. دوباره که در پارسال 15 آگوست اینا رو برگشتن، یک مقدار اینا رو تر و تازه کرد، یک مقدار سر صورتشان صفاتر شد و پاکتر شد، اینا رو آورد. اینا آدمایی هستن که سیاست نمیفهمن، اینا فقط گروه هستن که فقط جنگ میفهمن، تفنگ میفهمن، خونریزی رو میفهمن و انسان ها رو جز ای که خودشان چی فکر میکنن نظرات دیگران رو اصلا قبول ندارن. خودشان با شریعت اسلامی سر و کار دارن، در حالی که شریعت اسلامی در افغانستان ما جمهوری میخواییم، حداقل جمهوری نوین اگر نباشه جمهوری نیمبند برجوازی خوب بود. در قبول ندارم زمان کرزی و زمان غنی را، اینا جنایتکار بودن، اینا هم دستشان به این کارا شامل بود و آمریکایی‌ها برای اینا سازماندهی کرده که باید چیز بره، غنی بره با یک بهانه، با یک دسیسه که پشت پرده ها اینا درست میشد و طالبان آوردن. پس شما میگین غنی به حمایت آمریکا؟ بله بله، و خود آمریکا هم اینا رو آورد. برای اینکه یک جنگ خونین رخ نده که طالبان بیاین و دفتن بزن بزن، چون بسیار آرام پشت درهای شهر کابل وایستاده بودن که تا غنی رفت و غنی پولا رو هم دزدید. و غنی آدمی است که یک آدم پشتون، یک آدم خودخواه، یک آدمی که فقط پشتو رو میخواد و زبان پشتو رو، و این آدم تفرقه های بین مردم افغانستان انداخت که ای ازار است، ای پشتون است، ای ازبک است، ای فلانی است، ای فلانی، که ای مطلقا نادرست است. و ما افغانستان وطن ماست، در یک جغرافیای زندگی میکنیم که ای به اسم افغانستان است و ما انسان ها هستیم. انسان ها البته با اشکال مختلف فکری، که یکی مثلا درست است که مردم افغانستان اکثریتش گفته نمیتونم، حداقل یک تعدادش مسلمان هستن، نماز میخوانن، نمیفهم روزه میگیرن اینا، ولی مردمایی هم هستن که روشن هستن، روشن فکر میکنن، برای افغانستان فکر میکنن، برای بازسازی افغانستان فکر میکنن، برای پیشرفت افغانستان فکر میکنن. اینا که اصلا مدرنیته تا اصلا نمیخواین. شما ببینین از روزی که اینا اومدن چی حال سر مردم افغانستان. در کل مردم افغانستان میکشن، میبرن خانه ها را تلاشی میکنن، از خانه ها دخترها را میبرن، به خصوص سر زن ها چی حال است. شما فکر کنین از اون برجوازی نیمبند زمان کرزی و زمان اشرف غنی، حداقل زن ها تانستن برن کار کنن، حداقل تانستن دخترها دانشگاه برن، حداقل تانستن دخترها مدرسه برن، حداقل یک امکانات نسبی را داشتن. و اکثرا هم دخترایی که میرفتن دانشگاه به زور این میرفتن که خودشان درس میخواندن، خودشان زحمت کش بودن. یعنی از لحاظ درس و تعلیم یک مقدار مردم روشن شده بودن که بچه هایشان برن. برای اینکه من در زمانی که خودم هزاره هستم، در زمانی که قومای ما از هزاره جات میامد که ما میگفتیم بیاین بچه ها بیاین کابل، میگفت شما کافر هستین، ما نمیخواییم بیاییم از هزاره جات کابل. ولی امروز امو هزاره ها به حد رسیدن که واقعا در هر خانه‌ای که می‌رفتی، اگر 3 تا بود، اگر 4 تا بود، هم مدرسه می‌رفتن، مکتب می‌رفتن، هم دانشگاه می‌رفتن و هم کار می‌کردن. به حد اینا ژورنالیست بودن، دخترای ژورنالیست واقعا به چی شکل پیش می‌رفتن. ولی متأسفانه تمام این مشکلات غنی به وجود آورد، غنی فرار کرد. اگر غنی فرار نمی‌کرد، حداقل من فکر نکنم که حداقل یک چیز بهتر میشد، برای اینکه اینا با هم روی نشستایی که دارن پشت پرده اینا معاملات دارن با یکی دیگه. خلیلزاده که آمده بود در این نشستای دوحه میگفت که برای افغانستان فکر میشه، اینقدر این آدم با شکلهای مختلف صحبت میکرد مثل اینکه مردم فریب میده. تشکر خانم شمس. شما خانم بارکزایی، به نظر شما چرا اشرف غنی بلافاصله فرار کرد و چرا استادگی نکرد؟ خب از دیدگاه ما، زمانی که اردو تمامش دارم از بین میرفت و اساکر نمی جنگیدن و حتی خودشان از درون هر هدایت میدادن که نباید بجنگن، پس این خودش باعث ازی شده بود که خود انگیزه فرار را در وجود خود داشت. بالاخره
اطراف خود خالی دید و دید که از این بیشتر نمیتونه که ایستادگی کنه. اگر این آقای غنی پیش از این که جمهوریت از بین بره افغانستان بخصوص کابل سقوط کنه، اگر به میز مذاکره میشیش حداقل امو دموکراسی نیم بند را که ما در افغانستان داشتیم، حقوق نسبی افراد که تامین بود، اگر اینا میشیشتن به میز مذاکره و حداقل اینا تفاهم میکردن که انتقال قدرت مگر صورت می گرفت، از دریچه سیاسی ازی صورت می گرفت و حداقل آزادی ها و حقوق نسبی افراد دهی حفظ می شد که متاسفانه اینا خودشان نخواستن. فقط از دیدگاه من که جوان هستم و یک زن هستم که در افغانستان فعالیت کرده ایم، فقط ما آقای غنیره و سیاستش یک شخص خودخواه و خودبین یافتیم، شخصی که فقط بر منافع خود می اندیشید. دارم من میبینم مصاحبه‌هایشان که حداقل بعد از یک سال بعد از سقوط کابل اینا آمدن به مردم افغانستان وضاحت میتن راجع به ای که چگونه کابل سقوط کرد. یعنی ما انتظار از این را داشتیم که پیشتر از او بیاین و به مردم وضاحت بدن. حداقل حق مردم بود که باید بدانن که چرا نظامی که 20 سال روی از او کار صورت گرفت دفعتن از بین میره. بعد از یک سال و بعد از او دوباره اینا ابراز میکنن که ما به این آمدیم که از کس معذرت خواهی کنم. حداقل اگر از دیگران معذرت خواهی نمیکردن، از نسلی که در افغانستان حضور داشتن و نسل جوانی که همیشه دنبال فعالیت بودند و رویشان سرمایه گذاری شده بود، حداقل از مردم افغانستان باید معذرت میخواستن. نظر به سیاست ناکامی که داشتن، نظر به ای که نتونستن نظام حفظ کنن، باید از مردم افغانستان معذرت میخواستن. با وجودی که معذرت خواهیشان جایی را نمیگیرن، ولی از دیدگاه ما آقای غنی جز راه فرار دیگه هیچ چیز نداشت، چون در میان مردم از شهرتی که داشت، از به اهدافی که آمده بود، متاسفانه نتونست که او را داشته باشه با خود و در بین مردم حداقل مردم از او حمایت کنند. دید که مردم هم در پشتش نیست و از طرف دیگه فاکتورهای بیرونی هم در سقوط افغانستان بخصوص سقوط کابل وجود داشت که ما نمیتونیم از او چشم پوشی کنیم. مثلا من میتونم که خاصتا به کشور آمریکا اشاره کنم، کشوری که سالهای متمادی آمد در کنار افغانستان استاد به نام ای که من دموکراسی را میارم، آزادی را میارم، حقوق تامین میکنم، ولی متاسفانه به یک بارگی دوباره ای عقب میره و مردم افغانستان تنها میگذاره. حداقل منافع خود چون به دست آورد و بعد از ای که منافع خود به دست آورد، دوباره امریکا هم از کنار دولت نیم بندی که وجود داشت کنار رفت. و زمانی که کنار رفت، خودخواهی ها من میتونم که به صورت خلاصه بگویم دو فاکتور اساسی بود. فاکتور داخلی که متاسفانه در میان نظام هم تخریب کاری ها وجود داشت، نظام مستحکم نبود، اطراف آقای غنی را اشخاص گرفته بودند که فقط به منافع خود می اندیشیدن، نه به منافع مردمی. بناهن این فاکتور داخلیش است و فاکتور بیرونیش هم کشورهایی که همگام بودن با دولت افغانستان، متاسفانه اونا هم در وقت آخر افغانستان تنها گذاشتن و به شکل از افغانستان بیرون شدن که امروز نتیجه از او را یا امروز نتیجه کارش هم مردم بیچاره و مظلوم افغانستان می کشن. هیچ کسی در اینجا آسیب ندیدن، نه آقای غنی نه فاکتورهای بیرونی، فقط کسی که آسیب دید مردم افغانستان است که امروز ما شاهد ازی هستیم که در افغانستان چگونه یک وضعیت است. پس ما به صورت خلاصه گفتم میتونم که آقای غنی حمایت مردمی نداشت، حمایت بیرونی نداشت، ناگزیر بود که باید فرار کنه. تشکر. و فرارش منجر به این شد که امروز ما افغانستان به قهقرا کشاندیم. و شما همراه صحبت‌هایشون موافق هستین؟ نظر شما چیست؟ نه خیر، من متاسفانه با عرض معذرت موافق نیستم، برای از اینکه اشرف غنی یک بارگی تر نشده که بره فرار کنه. یک طرح بوده پشت سر پرده ها، یک طرح امریکاست که خواست طالبا رو بیاره و ای هم طالبا رو میخواست، همیشه میگفت طالبا برادرهای ماست. یعنی یک چیز پت و مخفی نیست در افغانستان. خود اشرف غنی پشتون است. شما ببینین وقتی که صحبت میکنه نیمیش پشتو میگه نیمیش فارسی. نه فارسیوان پشتو رو میفهمه، نه پشتوان فارسی رو میفهمه، در حالی که در سابق اخبار که گفته میشد یک دفعه پشتو باز یک دفعه فارسی. تمام تابلوها رو پس کردن. در زمان خود اشرف غنی بسیار جایا پشتو شده بود. یعنی اشرف غنی که برش آماده است هلیکوپتر، برش آماده است طیاره، برش آماده است که بدون کوچکترین مشکل از افغانستان میره بیرون، هیچ امکان نداره. کیها فراهم کردن همی هلیکوپتر اینا رو برای فرار اشرف غنی؟ برای اشرف غنی من فکر میکنم که آمادگی های سابقه بوده که بعد محبه که امرایش همکار بود
اینا تلاش کردن و دویدن و خلاصه که اشرف غنی را نجات دادن و خودشان هم نجات دادن. یعنی تنها اشرف غنی نبودم و چندین نفرایی که دور برش بود و با خانم که میگفت خانم اول افغانستان که اصلا این خانم اول افغانستان بر افغانستان هیچ چیز نکرد، فقط پروژه ها بود، پروژه های خارجی بود، آمده بود دخترها در پروژه ها کار کردن، معلوم دار یک مقدار دخترها بیدار شدن، ولی وابستگی های دخترها شروع شد، وابستگی های بچه ها شروع شد. امروز گروپ هایی را میکشن که با خودشان کار کردن، امریکا گروپ را میکشن با پروژه هایش کار کردن میکشن. او مردم بیچاره که مخفی است، او مردم بیچاره که نان نداره، او مردم بیچاره که دکتر نداره، او مردم بیچاره که زندگی نداره، او مردم بیچاره که کشته میشه. شما در بلخاب ببینین چی حال است، شما در پنجشیر ببینین چی حال است، شما در قندهار ببینین چی حال است، شما در خود شهر کابل ببینین چی حال است. هر روز حال گاهی میگه دایش از گاهی میگه یک زوایری از کجا پیدا شد؟ از زوایری از جیب کس نبرومده، کلش سازماندهی است. یکلش چطور شد که امریکا فهمید که در اونو اتاق در اونو اپارتمان الزواهری است و چطور این راکت رفت و کشتش؟ چرا جنازیش نشان نداد؟ مثل که از او دیگر نشان نداد از چیزه چی بود نامش؟ بن لادن. یک چوب پیچاندن در یک دریا انداختن گفت خلاص اینی بن لادن بود. این داستان هایست که فکر میکردم که مردم نمیفهمن، ولی حداقل مردم یک تعداد میفهمن، کسایی که سیاست کردن، کسایی که کار میکنن، کسایی که تلاش میکنن، این مسائل میفهمن. تشکر. دولت امریکا یک دولت جهانخوار است. هر کجایی که منافیش است، بر منافی خود هر قسمی که نقشه بریزه میریزه. در افغانستان ما تمام زیر خاک ما هر چیز داریم. لیتیوم داریم، اورانیوم داریم، سنگای قیمتی داریم، طلا داریم، نقره داریم، گاز داریم، تیل داریم. اینا رو مفت اعلام میکنن. برای از اینکه سلاح بفروشن، برای از اینکه سرمایه بیاید، جامعه طبقاتی را اصلا اینا نمیشناسن. اینا فقط جنگ است. شما ببینید که در اوکراین چی کردن، شما ببینید امروز امرای چین چسبیدن، شما ببینید امروز امرای ایران میچسبن، شما ببینید سوریه را چی کردن، شما ببینید عراق چی شد. یعنی اینا میفهمن که چی میکنن. چطور شد که صدام از بین بردن؟ برای از اینکه موافقه نکد امرایشان. چطور شد که چیز موافقه نکد الگیریان بود؟ نه قدافی. برای از اینکه موافقه نکد. اینا هر کجایی که کس موافقشان نباشه میزنن به یک شکل. ولی طالبا چون موافقشان است، شما ببینین از روزی که یک سال شده طالبا آمده و اینا چی جنایت را انجام نمیتن، امریکا چی میگه؟ فقط میگه مکتبا باشه. ما مردم افغانستان نمیخوایم طالباره، پس ما بر نوکرای ده. ما یک حداقلش یک انتخابات میخوایم، یک پارلمان میخوایم، یک قانون اساسی درست میخوایم که نه این قانونای سابق بود، حداقل انسانی تر باشه. تا کی افغانستان عقب میره؟ افغانستان در قرن فیرنی بردن عقب. ما میخواییم پیش بریم. دخترها جرأت کردن، زنها جرأت کردن، واقعا اگر در پروژه کار کردن، اگر هر کار کردن، حداقل یک جای رسیده بودن. امروز بیچاره زندانی سمگی، همگی روانش خراب شد. تا کی این بدبختی رو ما باید بکشیم؟ ما از وقتی که در آلمان آمدیم که من در این حال گرفتار هستم و هر روز رنج میبرم و هر روز کار میکنم و هر روز گاهی مصاحبه است، گاهی نوشته است، گاهی مقاله است، گاهی تظاهرات است، یک روز ما آرامی ندارم برای مردم خود. من انسان هستم، فقط برای مردم خود فکر میکنم، نه به دولت ها. هیچ وابستگی نه به دولت ظاهرخان داشتیم، نه به داوود خان داشتیم، نه به خلق و پرچم داشتیم، نه با مجاهدین و مسلمان داشتیم، نه به طالبای تروریست داشتیم، نه با نوکر امریکا بودیم، نه نوکر روس بودیم. یک انسان هستم که خالص لله، یک انسان هستم که یک فکر دارم برای مردم خود که مردم ما باید بیدار شود، مردم ما هوشیار شود و مردم ما از حق خود دفاع کنه و عدالت اجتماعی واقعی رو بیارن در افغانستان. تشکر. سلامت باشین. خانم بارکزایی، هدف ناتو از خروج عجولانه نیروهای نظامی از افغانستان چی بود؟ ببینین، ما پیشتر در کپای خود اشاره کردم به این مورد که فاکتورهای بیرونی زمانی که در افغانستان دخیل بودن، چی امریکا بود، چی ناتو بود، چی کشورهای غربی بودن، به منافع خود در افغانستان دست یافتن. حداقل دیگر منافع خود در افغانستان در حالت ضرر می‌دیدن، نمی‌تونستن دیگر ادامه بدن. بنابراین زمانی که امطور با پروتکلی که با امریکا داشتن به افغانستان آمدن و حمایت کردن از نظامی که امریکا در افغانستان به وجود آورده بود و نظام نسبتاً
دموکراتی که برای جمهوریت کار میکردن. با خروج امریکا اونا هم پشتیبانی خود از افغانستان رها کردن. که من فکر میکنم در اینجا بازم من باید به یه مسئله تأکید کنم که فقط ضرر را که دیدن مردم افغانستان دیدن. هیچ گروه، هیچ حامی ضرر را ندید. فقط مردم افغانستان قربانی این مسئله شدن. ما 20 سال برای مردم افغانستان کار صورت گرفت، به حقوق و آزادی های خود رسیدن، آزادی های نسبی خود را به دست آوردن. دوباره مردم افغانستان برگشتاندن به دهه 1990، دهه که مردم در اونجا به حقوق و آزادی های نسبی خود نمی فهمیدن، حقوق و آزادی های نسبی خود آگاهی نداشتن. یعنی دهه که ما امیال تمامی حقوق اساسی خود را از دست دادیم، حقوق اساسی بسیار کوچکی که همه من حیث یک انسان باید تو را داشته باشن. امیال ما باید اشاره کنم به یک قسمت به بانوای افغانستان، اونا امیال از تعلیم به دور ماندن، امیال از کار به دور ماندن، با وجود که یک قشر روشن فکری بودن، بیشتر تلاش کردن و حداقل سروی های متفاوتی که صورت گرفته نفوس بیشترتر از مردار فعلا بانوها در افغانستان دارن، ولی همه چیز به باد فراموشی رفت به خاطر از این که ناتو و کشورهای عامی که با ناتو بودن فقط منافع خود دیگر در ضرر دیدن در افغانستان و دیگر فهمیدن که افغانستان برشان از اهمیت استراتژیک برخوردار نیست، از میراق توجهشان بیرون شد و بالاخره با عامیای دیگه که داشتن از افغانستان در یک مقطع بسیار خاص و اساسی افغانستان تنها گذاشتن و دوباره افغانستان به زندان تبدیل کردن که در اونجا امروز انسان از بین میره، انسان به حقوق و آزادی های خود نمیرسه، حتی امروز اکثریت مردم افغانستان از فقر و تنگ دستی اولاد خود به فروش میرسنن. پس این تمامی موارد هست که نتیجه کار 20 ساله امریکا و کشورهای عامی امریکا که شامل ناتو میباشه بوده و متاسفانه ضرر اساسی را مردم افغانستان کرده. تشکر. خانم شمس، نظر شما چیست در مورد امی خروج عجلانی نیروهای نظامی ناتو؟ هدف اینا چی بود؟ ببینین، بعضی کسا میگه که امریکا رفت از افغانستان، یعنی از کار خدا بود دیگه در افغانستان است. این پهباداش چی میکنه در افغانستان؟ امروز خود ما میبینیم که هر جای پهبادا میره و راکت میزنه و بمبارد است. اگر فکر میکنه که ما الزواهی رو زدیم یا حقانی رو میزنیم، پشت حقانی میگردیم، اینا کلش مسائل به نظر ما، البته یک مسائل خواب و خیال. ما همیشه فکر میکنم که چطور الزواهیری کشته شد و چند نفر دیگه هم، گاهی میگن فامیلش، گاهی میگن نه، و حقانی چطور فرار کرد. و حقانی گفت که امریکایی ها رو خبر کردم، خودش گفت. خب پس وابستگی نیست چیست؟ پس اینا نرفتن، اینا فقط به نام رفتن، عساکر خود بردن، برای اینکه دیگه مردم امریکا هم خسته شدن، بچه‌هاشون کشته میشد، دیگه گفتن ما نمیخوایم دیگه. نه؟ ولی ای که پلان آیندهشان چیست و چی باز میخواین، من فکر میکنم از مصاحبه اشرف غنی معلوم است باز که ای را باز ساختن و ای به بسیار بیشرمانه میگه که من از مردم معذرت نمیخوایم و من بیگناه بودم و اطراف من کلگیش خیانت کردن. تو یک رئیس جمهور بودی، تو یخنه تا پاره میکدی، تو دستای تا بلا میکدی، آه من برای افغانستان اینطور میکنم، چی شد؟ تو چهار تای پالوی تا نتنستی؟ به گردن عبدالله انداخته، به گردن دوستم انداخته، به گردن کسای دیگه. خب درست است که اینا هم آدم های سالم نیستن، ولی گناهکار اشرف غنی است. وقتی که اشرف غنی میبود سرم برم از افغانستان ایلا نمی کنم، ای چطور سرت رفت؟ یک آدم فراری که امروز میگی من هنوز رئیس جمهور استم، خجالت نمیکشه از 30 میلیون یا 37 میلیون مردم افغانستان که در میدان ایلایش کدی که امروز لغت مال میشه از دست طالب، امروز تکه تکه میشه. ببین پلان امریکاست، برای اینکه امریکا نه تنها پلان داخل داره، پلان خودم داره، استراتژیک برای روسا. افغانستان باید طالبا بیه، ترورستا بیه، در پشت سر روسیه باید همینطور آماده باشن که روسیه را سقوط بدن، از این طرف اوکراین بزنه، از اون طرف طالبا بزنه. و این مسئله واخان چی شد؟ این واخان کی فروخته؟ خود طالبا فروخته و حتما با نظر امریکا فروخته که پاکستان را پیدا کنه. خب این خود خیانت است. اول وطن فروشی است، خاک فروشی است. دومی که تمام روابط اقتصادی افغانستان با پاکستان و با چین قطع میشه
افغانستان میره دقیق مسائل اقتصادی. اینا کلش جنایت هاییست، خیانت هاییست، که پلان هاییست که اصلا بعض وقتا آدم تعجب میکنه که چطور بتانم فکر کنم که جنایت ها را باید آدم بیرون بکشه. نه ترسم، من نمیترسم، خدا کنه من را صبح ترور کنه، از من چی مانده؟ من کل عمر خود از زدم دمیرا، بازم میرم. تشکر خانم شمس. خانم بارکزایی، در یک سال گذشته که گذشت به اصطلاح خیلی از رسانه ها ارتش افغانستان را مقصر می دانستند که در قبال طالب استادگی نکرد و خودشان را تسلیم کردند. نظر شما در این مورد چیست؟ من کاملا با این نظر مخالف هستم، به دلیل از اینکه ارتش افغانستان تا آخرین لحظه، جوانای افغانستان تا آخرین لحظه ایستادگی کردن و خون خود را در راه وطن صرف کردن، ولی متاسفانه کسایی که در سطح رهبری بودن، چی در سطح وزارت داخله، چی در سطح وزارت دفاع، همه از اونا کسایی بودن که مفکوری جنگیدن دیگه نداشتن. دیگه اونا فرمان که به دست آورده بودن عقب نشینی بود، بناهن اینا چون هدایت میگرفتن و تابع هدایت بودن، زمانی که اگر میجنگیدن هم چون از طرف ارگانای زیرابتشان برشان هدایت داده شده بود که دیگه نجنگن. ببینین افغانستان بسیار یک کشور هست که از لحاظ استراتژیک و جغرافیایی اگر شما ببینین خیلی پیچیده هست. پس ما نه تنها که در کنار فعالیت‌های سیاسی که در افغانستان داشتیم، در پروسه صلح هم ما دخیل بودیم. ما زمانی که با می گروه های طالب همکارای ما مذاکره می‌کردند که اونا را به صلح فرا بخوانند، زمزمه های وجود داشت که طالبان می‌گفتند که ما می‌تونیم که یک پوستی امنیتی افغانستان را بگیریم، ولی قدرت و توانایی نگهداری از او را نداریم. پس طالبه که دو سال پیش به این مفکوره بود که یک پوسته افغانستان گرفته نمیتونه، گرفته میتونه ولی نگهداری کرده نمیتونه، چیگونه در ظرف یک سال این قدرت و توانایی پیدا کرد که بسته افغانستان تحت تصرف خود در بیاره؟ پس در اینجا ما هیچ وقت ارتش افغانستان به عنوان یک کسی که در جامعه خود فعال بودیم و از نزدیک همه چیز مشاهده کردیم، ارتش افغانستان هیچ وقت در این مسئله دخیل نمیدونم. اونا تا آخرین لحظه افغانستان از بین رفت. امروز هیچ مادر در افغانستان وجود نداره که داغدار فرزند خود نباشه. پس اگر ما چنین ادعایی را می داشته باشیم، پس در حقیقت ما بر خون شهدایی که داشتیم در طول سالهای متمادی به احترامی می کنیم. ارتش افغانستان ارتش قوی بود، ولی متاسفانه در سطح رهبری انگیزه بر جنگ کردن وجود نداشت و همو سبب شد که کسایی که در زیر دست بودن عقب نشینی کنن یا قربانی شدن، متاسفانه یا از بین رفتن و یا عقب نشینی کردن، که امروز اونا هم در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنن، متاسفانه با هزاران دغدغه و مشکل روبرو هستن، به دلیل از اینکه چالش امنیتی دارن، چالش فقر و بیچارگی دارن، چالش اقتصادی دارن، نمیتونن چون در گذشته اونا در چارچوب دولت کار کردن. امروز طالبی که آمده در اونجا فعالیت داره و خود به عنوان دولت افغانستان اونجا مقرر کرده، با اینا مخالف است. پس اونا از لحاظ جانی و مالی امیال در مشکل هستن. پس یک تعدادشان از بین رفت، یک تعدادشان در این مشکل هستن. پس ما به عنوان یک جوان خبره یا ما قشر کسایی که تحصیل کرده هستیم، نباید هر طرفش افغانستان ملامت کنیم. فقط ملامتی ها به دست کسایی بود که در سطح رهبری بودن، در سطح رهبری کار میکردن، کل ملامتی و کل بار مسئولیت به دوش از اونا میرن، نه ارتش افغانستان. میشه مشخص کرد یعنی به اصطلاح سطح رهبریشون اشرف غنی بود؟ یا میتونیم بگوییم که قماندان سرالا که آقای اشرف غنی بود و وزارت دفاع، چون وزارت دفاع استراتژی و پالیسی شمیز که هست نقاط مختلف افغانستان حمایت کنه، دفاع کنه، پس از نامش هویداست. پس ما میتونیم بگوییم که بار مسئولیت به قماندان سرالا میره که خود آقای غنی بود و وزارت دفاع افغانستان. تشکر خانم شمس. عکس العمل جامعه جهانی را در مقابل سقوط کابل چطور ارزیابی میکنید؟ متاسفانه بسیار خراب. برای که فقط میگن که مکتب ها باز شد، دخترا کار بره، حداقل این وزارت امر به معروف که آمده، این پس هم این وزارت زنا باز شد و در رأسشون اشرف غنی پس بره. این خوب قابل قبول مردم نیست. اشرف غنی دیگه وقتش گذشت، باید قاد شوه. بخیالم که در افغانستان غیر از مرتجعین با وابسته دیگه آدم ها نیست. اینقدر ما انسان های شریف و انسان های فامیده داریم که واقعا ما وقتی که در کابل بودم، ما واقعا شکر میکشیدم، میگفتم جوان های ما یک جای رسیدن، دختر های ما یک جای رسیدن. برای چی همیشه اینا عقب گراستن که یکی رو میکشن باز امور پس میرن، باز یکی رو میبرن باز پس میرن؟ یعنی چی؟
ما افغانستان آزاد، آباد، دموکراسی نوین میخواییم، عدالت اجتماعی میخواییم، مردم از فقر و بدبختی نجات پیدا کنه، مردم با آرامی زندگی کنه، بچه ها مکتب برن، دخترها کار کنن، مکتب برن، همگی باید دیگه وابستگی ها رو قطع کنیم. ببینین تظاهرات میشه خانمها، دخترها واقعا دستشان درد نکنه تظاهرات میکنن در کابل. ولی هیچ نمیتونن بگن که ما طالبان رو نمیخواییم. مکتبا باشه و ما کار میخواییم. ما شما نیست، ما معلوم دار از لحاظ اقتصادی بیچاره چیز ندارن. ولی این رو نمیگن که ما طالبان رو نمیخواییم. یعنی دولت که اینا میخواییم که دولت همه شمول. یعنی که همه شمول بازونمو دوستم است، بازونمو نور است، بازونمو بچه ربانی است، بازونمو کسایی که اونمو سالیست، بازونمو اشرف غنی است. این همینا دولت همه شمول است که اینا به درد مردم نمیخوره. بابا جان کسایی را بیارین که حداقل انسانی فکر کنن، نه قومی. ما دیگه قوم نمیخوایم. انسان به عنوان انسان بشناسیم. انسان به عنوان از این که دیگه درد سر قومی نباشه. ما از امون پشتونای بیچاره فقیری که با اینا چیز نره از امون هم دفاع میکنم. امون مردم هم انسان های شریف هستن که رهبرایشان این رقم خواهین است. هزارها خیانت به امون مردم کردن اینا. امی دیورن نفروختن، کلش سیم خاردار گرفته شد. آلی چسبیدن در واخان. یعنی چی؟ ای چی خبر است؟ ای چی است؟ تشکر خانم شمس. ما چی میخواییم از افغانستان؟ ما نمیخواییم. من به عنوان یک زن آرزو میکنم که مردم افغانستان طرز دیدش تغییر کنه، روشن شوه و حداقل به علم فکر کنه، به علم. وقتی که به علم فکر کردی، وقتی که اینجا را مغزت تغییر دادی و چیزای درست و که برای انسان ضرورت است قبول کردی، شاید تو وقت افغانستان یک چیز شود که من زنده نخواد بودم. ولی تا که زنده استم تا آخرین لحظه خود مبارزه میکنم و این امیر دادم میزنم که مردم افغانستان دیگه بگذارین. مردم دیگه خسته شد. مردم 40 سال از جنگ است برای خود و چی گپ است؟ پاکستان از اوسو میخیزه، ایران از اوسو میخیزه، تمام دنیا چسبیده ده اینجا. چی میخواین؟ بردین دزدی را خو کردین، بردین همه چیز ما رو بردین. حالا باقیش هم که مانده امور هم خوب برای مردم بانین دکه. مردم بیچاره چی میکنه؟ از چی زندگی کنه؟ امیال دختر فروخته میشه، امیال دختر گم میشه، امیال دختر تجاوز میشه، امیال دختر ها را میبرن، زندان ها پر است. چی بدبختی های نیست که نیست. تلویزیون ها ببینین، این ژورنالیست های بیچاره. شما فکر کنین واقعا من خجالت میکشم که یک دختر ژورنالیست پشت صحنه شیشته دانش بود. کرونا زدش مگر افغانستانه؟ خجالت آور است، شرم آور است. طالبان رو نمیخواه مردم. مردم جنگ میکنه. اگر مردم باور نداره پس چرا جنگ است؟ تشکر خانم شمس، سلامت باشین. خانم ورکزای، میشه از پیامدهای سقوط کابل برای ما بگید؟ دقیقا. ببینیم یکی از پیامد حساسیش در حوزه زنا هست. متاسفانه امروز تمامی آزادی ها و حقوق خود از دست دادن. حقوق و آزادی هایی که به صورت ابتدایی است، حق تحصیل است، حق کار است، حق بر گشت و گذار است، متاسفانه همه ی زیر از دست دادن. از لحاظ اقتصادی، از فاکتور اقتصادی اگر ما به بررسی بگیریم، امروز افغانستان با وجود که کشور جهان سوم بود، فقیر بود، از لحاظ اقتصادی وابسته بود به کشورهای دیگه، ولی چون امروز کشورهای دیگه از اینا حمایت نمیکنن، وابستگی بیشتر شده و فقر بیش از حد شده. حتی مردم افغانستان بخصوص او توده از زنایی که مرد ندارن و اونا نانآور خانه بودن، امروز متاسفانه اونا از لحاظ اقتصادی خیلی رنج میبرن و جدی در وضعیت بد قرار دارن. از لحاظ سیاسی اگر ببینین، کشورهایی که حامی بودن به افغانستان، کشورهایی که از افغانستان حمایت میکردن، امروز افغانستان تنها گذاشتن. و از لحاظ سیاسی هم ما در حوزه هستیم که یک سال از یک رژیم در افغانستان سپری میشه ولی هیچ کشور او را به رسمیت نشناخته. پس خودش پیامد میده که افغانستان در حالت بسیار وضعیت اضطرار و خراب قرار داده. متاسفانه امروز مردم افغانستان در وضعیت خیلی وخیم قرار دارن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی. بیشتر شما سوالتان در برنامه ای بود که یعنی جهانی ها بر افغانستان چی کردن. متاسفانه من گفتم میتونم که جهانی ها، مردم جهان
کشورهای غربی بر افغانستان یک خواب 20 ساله نشان دادن، زمانی که مردم به یک سلسله حقوق و آزادی‌های خود نسبی رسیدن، دوباره اونا را از خواب 20 ساله بیدار کردن، به یک آینده نامطلوب، به یک آینده تاریک، به یک آینده که هیچ نه جوان افغانستان نه پیر افغانستان هیچ کس یعنی امیدوار به این نیست که یک روز بالاخره افغانستان آرام خواهد شد و بالاخره اینا زندگی نسبتا آرام در افغانستان خواهد داشتن. ما به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که 20 سال در افغانستان کار کردیم، آینده افغانستان خیلی تاریک میدانم، هم برای هم نسلایم هم برای کسایی که بعد از ما هستن، و ما به آینده افغانستان کاملا یعنی مثبت نمیتونم بیاندیشم، چرا که فاکتورهای وجود داره که آینده را برای همه مبهم ساخته. پس ما گفتم میتونم که پیامدهای سقوط بالای مردم افغانستان است، بالای هیچ قشر دیگه نیست، نه بالای سیاسون، نه بالای رهبرا. همه در گذشته هم در آسایش زندگی میکردن، آلم به کشورهای مختلف رفتن در آسایش زندگی میکنن، فقط پیامدش بالای مردم بیچاره افغانستان است که فعلا در افغانستان حضور دارن و آزادی بیان وجود نداره. فعلا هیچ کس صدای خودم بلند کردن نمیتونه که در چی شرایط و در چی وضعیت است. ما به عنوان مثال بر شما گفتم میتونم که در اوزی زنا معاقب گرد بسیار جدی داریم. در 11 ولایت کشور است که امیال هیچ زن وجود نداره که در رسانه کشور فعالیت کنه. پس این ما تنها بود رسانه ای از ایرگه فکر کنیم، یعنی ببینین موضوعات دیگه که در درون افغانستان وجود داره، چون آزادی بیان وجود نداره در اونجا کاملا از بین رفته و کاملا در اونجا هست ولی نمیتونن که به جهانی ها رو تبارز بتن. پس پیامد سقوط کابل تنها بالای مردم افغانستان است، نه بالای هیچ کسی. تشکر. به عنوان سوال آخر خانم شمس، آینده سیاسی و اجتماعی کشور افغانستان را چطور پیش بینی میکنید شما؟ من متاسفانه تا جایی که فکت آوردم سیاه میبینم. به قول خانم بارکزای افغانستان آرام نمیگذارن. افغانستان یک موقعیت استراتژیک داره، این طرف چین است، این طرف روس است، این طرف ایران است، این طرف هم پاکستان است که پدرای طالبا میشن و این طرف هم طالباست. این حال جنگ هم در دنیا فکر میکنیم حال جنگ جهانی سوم خواهد شروع شد. افغانستان چی میشه من اصلا پیشبینی نمیتونم، فقط اینقدر پیشبینی میتونم که آرزو میکنم که جوانای افغانستان و مردم افغانستان فعال شوند، درست فکر کنن، مغزای خود از کثافت پاک کنن و بیاندیشن و مبارزه کنن. جز مبارزه هیچ راه دیگه نیست در مقابل جنایتکارا، چی داخلی و چی خارجی و در مقابل طالبا. و یکی باید از طالبا کی میه؟ حتما باز یک آدم خائن میه. باید تا زمانی که ما بتانیم یک دموکراسی نوین، یک برابری، عدالت اجتماعی در افغانستان نشه نیاید، باید مبارزه کرد، باید جنگید و باید صدای خود بیرون داد و باید از مردم دفاع کرد. هیچ وقت وابستگی با ملل متحد و حقوق بشر و نمیفهم آمریکا و روس و فلان و چین و اینا نباید داشته باشه مردم. فقط تشکر. نیروی بازوی خود مردم است که باید بجنگن و دفاع کنن از خود و از وطن خود دفاع کنن و راه مبارزه باز است و امروز مردم بیدارتر شدن. مردم حداقل میفهمن که دیگه نمیشه با اینا. جدیتر باید باشن نسبت به حال، جدیتر، بهتر و با یک ذهن روشنتر باید پیش برن. جامعه طبقاتی است، مردم فقیر چی میشه در اون مملکت؟ تشکر میکنم از شما. بازم تشکر میکنم که در این برنامه حاضر شدین، وقت گذاشتین، شما لطف کردین. خانم بارکزای، اگر شما در آخر کوتاه یک پیام داشته باشین برای مردم افغانستان بربند. شاید زمانی که اگر من پیام من اینجا ابراز کنم، شاید یک تعداد افراد مرا مقصر به این بدانن که خودت در یک کشور آرام نشستی و بر ما پیام میدی، ولی ما پیام ما به مردم افغانستان است که اگر ما در بیرون از کشورم هستم، واقعا چون ما در افغانستان بزرگ شدیم، در افغانستان تحصیل کردیم، در افغانستان کار و فعالیت کردیم، در میان مردم خود بودیم، فعلا هم امو دردم هم میکشم، درد را که دقیقا خودشان میکشن، چون ما هم تجربه تلخ و ناگوار تمامی رژیمایی که در افغانستان وجود داشت، حداقل از لحاظ سینی که در مقطع سینی که ما قرار دارم، ما هم مثل دیگرها چشیدیم. فقط ما بر بانوای افغانستان، بر جوانای افغانستان، بر مردم افغانستان این پیام میدم که واقعا در حق ما مردم بی‌عدالتی شده، ما ای را میپذیریم، ما را همه تنها گذاشتن، ولی چیزی که ما را میتونه که بسیج کنه خوب است که از لحاظ قومی
نیندیشیم، فقط افغانستانی فکر کنیم و فقط به فکر ازی باشیم که چی گونه ازی بنبست خود ما خود نجات بدیم. به خاطر ازی که ما تجربه شده در سالهای قبلم داشتیم و فعلا هم داریم که اگر ما متکی به هر کس شویم متاسفانه ما میبازیم. پس خوب است که یک انگیزه در میان قشر جوان افغانستان وجود داشته باشه که نه قومی باید فکر کنیم، نه به تعصب هم نه بگوییم و فقط افغانستانی فکر کنیم و فقط فکر کنیم که چی گونه ما میتونیم که ازی بنبستی که فعلا وجود داره نجات پیدا کنیم. ما به عنوان یک جوان، به عنوان یک زن فعلا در اینجا هم فعالیت های ما ادامه دادیم. کوشش میکنم که در میان افغان ها باشم، بخصوص هر نوع کمک و توانایی که ما به مردم افغانستان فعلا داشته باشم، بخصوص به قشری که ما به او وابسته هستم، هیچ وقت دریغ نخواد کردم، همیشه تلاش خواد کردم و به فکر ازی هستم که چگونه ما میتونم دوباره کمک کنم، حداقل بعضی گروپ ها را با هم بسیج بسازیم که بتونیم از این بنبست بیرون بریم. تشکر و بازم لطف کردین این برنامه حاضر شدین، بازم بسیار تشکر شما. من در 50 ساله که در آلمان هستم، ببخشید، در آلمان زندگی کردم. در 50 سال من یک لحظه جز از این که زندگی شخصی بوده و کار بوده، من از مبارزه دست نکشیدم و تا آخرین لحظه زندگی در ایران روان هستم و داد مردم خودم میزنم و افشا میکنم جهانی که دست خیانت به افغانستان دراز کردن و میکنم. تشکر، سلامت باشین. بینندگان عزیز تشکر از این که ما را تا این مرحله همراهی کردین. با امید یک افغانستانی آزاد، خدا یار و نگهدارتان.